سرخط خبرها ضربات سنگین جنبش حماس به نیروهای اسرائیلی در شمال غزه سفر محرمانه وزیر اسرائیلی به روسیه با موضوع آتش بس. تظاهرات گسترده اسرائیلی ها علیه نتانیاهو و حمله گسترده پهبادی اوکراین به پایتخت روسیه سلام به این بسته خبری از کانال شیپور خوش آمدید. گردان های القسام شاخه نظامی جنبش مقاومت حماس روز یک شنبه از وقوع درگیری با نیروهای اسرائیل در شمال نوار غزه خبر داد. گردان های القسام اعلام کرد که رزمندگان آن با نیروهای پیاده نظام اسرائیل در منطقه البرکه واقع در غرب بیت لاهیا در شمال نوار غزه وارد درگیری شدند. القسام افسود رزمندگانش توانستن یک دسته از نیروهای پیاده اسرائیل متشکل از 15 نظامی را با موشک ضد نفر آرپیجی هدف قرار داده و با سلاحهای سبک و نارنجک در غرب منطقه شیما در شمال بیتلاهیا از فاصله سفر آنها را هدف قرار دهند که منجر به کشه و زخمی در میان آنها شد گردان های القسام در عین حال اعلام کرد که مبارزانش دو نفر بر اسرائیلی و یک بلدوزر نظامی را در نزدیکی مسجد شهید اماد در اردوگاه جبالیا در شمال نوار قزه هدف قرار دادند. از پنجم اکتبر ارتش اسرائیل عملیات نظامی گسترده ای را در شمال نوار قزه به ویژه اردوگاه جبالیا و بیتلاهیا با هدف تخلیه این منطقه و کوچاندن ساکنان آن آغاز کرده است. منابع اسرائیلی خبر دادن یکی از وزرای کابینه اسرائیل اخیرا سفری محرمانه به مسکو داشته است تا برای توافق بس با لبنان مقدمه چینی کند. رادیوی ارتش اسرائیل گزارش داد روندرمر وزیر امور راهبردی اسرائیل هفته گذشته سفری محرمانه به روسیه داشته است. بر اساس این گزارش درمر به عنوان نماینده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مسئولیت مذاکرات کنونی در خصوص آتش بس با لبنان را بر عهده دارد رادیوی ارتش میگوید انتظار می رود روسیه نقش مهمی در توافق احتمالی آتش بس ایفا کند اما اشاره دقیقی به این مسئله نشده است رسانه های اسرائیلی میگویند انتظار می رود راندرمر امروز به مدت چهار روز آزم واشنگتن شود تا رایزنی های نهایی به منظور مقدم چینی برای توافق آتش را انجام دهد. این گزارش در حالی منتشر شده است که کانال دوازده تلویزیون اسرائیل ادعا کرده است این گزارش در حالی منتشر شده است که کانال دوازده تلویزیون اسرائیل ادعا کرده است برای آنکه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای علیه اسرائیل صادر نکند تل در حال بررسی امکان دستیابی به توافق آتش بست در جبهه شمالی است این ادعا در حالی مطرح شده است که الله طی هفتههای گذشته حملات خود را به مواضع اسرائیل تشدید کرده است و دهها پایگاه نظامی اسرائیلی را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است هزاران اسرائیلی در تلاویو ضمن برگزاری راهپیمایی بنیامین نتانیاهو را محکوم و وی را شکست خورده و دروغگو توصیف کردند ارتش اسرائیل 401 روز است که در باریکه غزه میجنگد و هزاران نفر را قتل عام کرده است و همچنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اصرار دارد فز تحبوب تحلیلگر سیاسی گفت واضح است که اسرائیلی ها به ویژه پس از برکناری وزیر جنگ با مشکلات بزرگی روبرو رو هستند تناقضات جامعه اسرائیل مانند مسئله مذهبی ها و عدم سربازگیری آنها اختلاف او با وزیر جنگ و برکناری وی پس از دستاورت های نظامیش تا عدم بازگرداندن اوسرای روبوده شده همه مشکلاتی است که در داخل جامعه اسرائیل انباشته شده و در حال افزایش است. برای اولی بار مشاور قضایی با شفافیت و شجاعت مدرکی برای محاکمه نتانیاهو دریافت کرده است. روابط عمومی ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان در صدر یک هیئت عالی رتبه نظامی به تهران سفر خواهد کرد. فیاز بن حامد الروویلی روز یک شنبه با سفر به تهران و حضور در ستاد کل نیروهای مسلح با سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیدار و گفتگو می کند. روابط دو جانبه و مناسبات دفاعی از جمله محورهای گفتگوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی با سرلشکر باقری است. آذر ماه سال گذشته سرلشکر محمد باقری در گفتگوی تلفنی با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در خصوص تحولات منطقه ارتقای سطح همکاری های دفاعی نیروهای مسلح دو کشور و مسائل مهم جهان اسلام گفتگو کردند. اوکراین در حمله کم سابقه ده ها را به سمت مسکو روانه کرد که منجر به تعطیلی موقت فرودگاه اصلی در پایتخت و آتش سوزی در مناطق مسکونی شد. مقامات روسی از بزرگترین حمله اوکراین به مسکو طی دو سال و نیم گذشته خبر دادند. در پی این حمله گسترده دو فرودگاه اصلی شهر موقتا بسته شدند. وزارت دفاع روسیه نیز از سرنگونی 23 پهباد دیگر در مناطق مرزی با اوکراین خبر داد. در همین حال اوکراین از حمله پهبادی خود به کارخانه مهمات سازی در منطقه تولا در مرکز روسیه خبر داده و از شرکای غربی خود درخواست موشکهای دوربرده بیشتر کرده است. سرگئی سوبیانین شهردار مسکو اعلام کرد که این 25 پهباد اوکراینی بر فراز دو منطقه در مسکو و همچنین بر فراز شهری در جنوب غربی مسکو رهگیری و منهدم شدند. طبق آخرین آمارها مسکو شهری با بیش از 21 میلیون نفر جمعیت است. شهردار مسکو در کانال تلگرامی خود افسود بر اساس اطلاعات اولیه منتشر شده خسارت یا تلفات جانی تا کنون گزارش نشده است اما سرویس های خدمات اضطراری در این مناطق حضور دارند منطقه رامنسکی در حدود 45 کیلومتری جنوب شرقی کرملین قرار دارد و طبق گزارشات منتشر شده آخرین بار در ماه سپتامبر در یکی از بزرگترین حملات اوکراین به پایتخت روسیه با 20 پهباد مورد هدف قرار گرفت. گزارش ها نشان می دهند که علاوه بر حمله به مسکو با امداد یک شنبه اوکراین در عملیات جداگانه ای به مناطق غیرمسکونی در کالوگا و بریانسک نیز حمله پهبادی کرده است. ممنونیم از همراهی شما جهت اطلاع از مهمترین خبرهای منطقه و جهان با ما همراه باشید